درود و درود، میریم به معرفی خواننده رپ دیگه. خواننده رپ دیگه ما اسم مستعارش از ریویل، سید مهرک تقوای شیرازی که به مهرک گلستان هم معروف هست و از خواننده های سرشناس رپ ایرانی تبار انگلیسی، فرزند کاوه گلستان و هنگامه گلستان، اون همکاری های زیادی هم با خواننده های رپ فارسی داره. مهرک در سال 2011 شعری در مورد شورش های انگلستان خوند که به دلیل حساسیت اجتماعی سیاسی مورد توجه افراد بسیار زیادی قرار گرفت. خب چقدر عالی. فعالیت‌هاش رو ریویل از دوران نوجوانی در مسابقات رقابتی رپ در کشور انگلستان شروع می‌کنه و چندین بار مقام میاره. شروع کارش با رپ‌خوان‌های ایرانی با آهنگ تریپ ماس که نمی‌دونم چیه، که به همراه هیچکس، به همراه گروه هیچکس شروع اجرا کرده، در سال 83 منتشر شده بوده. اون یکی از اعضای گروه رپ شاعران رسمی انگلیس هست و چندین آهنگ و رپ‌خوان‌های فارسی مثل سروش لشکری که معروف به هیچ کس هست، عرفان، فاف و هفت خط در کارنامه های خودش داره. ایشون همکاری های مرتبطش با هیچ کسه، مهدیار آقاجانی، قاف، عرفان، کول جیرپه و خب تو انگلیس هم هست. حالا ببینم که ایشون چی میتونم پیدا کنم ازش توی یوتیوب. اوکی، توی یوتیوب ببینم براش چی پیدا میکنم. امیدوارم که پیدا بکنم چیزی به اسم ریویل که اسم خودش، اسم خارجیشو گذاشته. بله هستش. خب ایشون بیشتر انگلیسی میخونه ولی کاراش کارهای بسیار خوبیه. ببینم که میتونم یه زی صدا رو قطع کنم که مشکلی برای من ایجاد نشه. الان از ایشون چیزی رو پیدا نکردم. این آهنگش اینا هست ولی که بایدم خب سابسکرایب زیادی داشته باشه روی این یکی که 23 تا بیشتر نیست. من باز بذار به اسم ایرانیشو بزنم. اوکی. خب به اسم ریویل هم که میزنید پیدا میشه، میادش. میخوام ببینم که سایت خودش چیه، کانال خودش چیه که به کانال خودش بیارم. بعد باز این روی پرشین رپ داره، روی پرشین رپه، ولی حتما باید خودش داشته باشه کانال خودش. چون این الان یکی از مصاحبه‌های قدیمیشه که با همین ایران انجام داده. من عجیبه که پیدا نمی کنم. شما حتما اگر بگردید پیدا می کنید. اگر من پیدا کردم حتما براتون میذارم آدرسشو. حالا میرم برای خواننده دیگه که میخواییم به راجبش صحبت کنیم، خواننده رپ دیگه همونه. و این خواننده دیگه توی همه رو از طریق طبق حروف الف با نوشته. توی سین ساسی هست، سالوم ام اسی هست، سندی هست، سوگند و یکی هم پیش نویس که اسمش هست سهراب ام جی که ایشون هم گفتن ریویل با سهراب ام جی هم کار کرده.
حالا من میام ببینم ساسی کیه، چون من نمیشناسم، ولی خب ساسی یا ساسان حیدری یافت، بذارید ساسان حیدری یافته، اونم متولد 67، معروف به ساسیه، بیشتر به نام ساسی مانکن میشناسنش. خب منم الان شناختمش چون اسمش شنیده بودم. موسیقی و رپ ایرانی میخونه، از سال 2012 داره کار میکنه، توی مالزی هست و از مالزی به امریکا رفته و الان هم اونجا فعالیتش رو داره. از سال 1388 هم به عنوان یکی از مشهورترین خوانندگان رپ زیرزمینی ایرانی معروف شده بودش. پس الان این ساسی مانکن توی امریکا هست، اونم ببینم که ببینم این الان چند تا کجا هست، چجوری میتونه، و مال خوزستان هم هست، اهوازی. خب اینم میزنیم. چه خوب، اسمش شنیده بودم ساسی مانکن، ولی تا حالا ساسی مانکن تا حالا اصلا نمیدونستم واقعا، ببخشید نمیشناختمش، ولی خوشحالم که دارم میشناسمش. خب باز میدونید اینم باز توی ساسی مانکن هم باز توی پرشین رپ هستش و جای دیگه نیست. خب حالا ساسی مانکن رو هم براتون پیدا میکنم، باید حتما پیدا بشه که ببینم ساسی مانکن مگه میشه که نباشه. و بعد اینکه خب نمیدونم به چه اسمی خارج از کشور داره فعالیت. ساسی مانکن در میانه دهه 80 به همراه همشهریش حسین مخته به شهرت میرسه و تا چند سال، یعنی زمان پخش آهنگ گوشواره، با همکاری به اون ادامه میده. ساسی پیش از جدایی از حسین بیشتر آهنگاشو انفرادی خونده و تنظیمهای اون هم بیشتر با امیر مسعوده و سپس به امیر ارشیا سپرده شده. وی بیش از نخستین مصاحبه رسمیش در تابستان 91 که در اون برای نخستین بار زادروز صحیح خودش رو در گفتگو با لیلا نیکو نظر از آمریکا اعلام کرد، بیشتر خودش رو بزرگتر از سن واقعیش معرفی میکرد تا قضاوت عامه درباره آهنگاش با لحاظ سن و سال جوانش تحت تاثیر قرار نگیره. رویترز وی رو در سال 88 به عنوان یکی از مشهورترین خوانندگان زیرزمینی ایران توصیف کرد. ساسی مانکن ساکن کرج، دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه نواب قزوین بوده، با موفقیت برخی آهنگ ها مانند رپ بندری در سال 86 و درس دانشگاهش رو رها میکنه و به شکل حرفه‌ای به خوانندگی رو میاره. روزنامه اعتماد ملی در خرداد 88 نوشتاری به قلم مسعود سالاری درباره ترانه های ساسی مانکن زیر نام چه کسی از ساسی مانکن میترسد چاپ کرد که پس از سهل ممتنع شمرد آنها رو مثال زدنی هست. قافیه برداری هاش به شدت امروزی با درون مایه و واژگانی بسیار روز آمده که گاه به جز نسل جوان کسی به سخنان حرفای اون رو به سختی متوجه میشه. این نوشتار از بازی جابجایی قافیه ها، قافیه های امروزی، قافیه های آمیختنی، مفاهیم امروزی، درون مایه های دست نخورده ولی آشنا در ترانه های ساسی مانکن نمونه های آورده و می نویسه. وقتی می خواهید سطری چون آنها بنویسید در می یابید با چه پایه خطی، چه پایه خطیری هستن. نه تقطیع هندسی شعرهای کلاسیک رو داره، نه وزن و بخور عروضی، من نمیدونم چیه، و کوتاه و بلند مصرعاش هستش و نه قافیه و رتیف رو به شیوه سنتی به کار میبرن. در این حال روی آهنگ های کلاسیک و ضربی به شدت جفت و جور میشن و انتظار سنتی شنونده برای شنیدن قافیه مطلوب رو برآورده میکنه و در نهایت به دل میشینه. خیلی دوست داشتم یه آهنگش رو با هم گوش بدیم ولی نمیتونیم، شما خودتون برید پیدا کنید. من حتما آدرسش رو براتون میذارم. ساسی مانکن. ساسی مانکن با کروبی هم دیدار داشته در سال 88 و در دهمین دوره ریاست جمهوری. خبر دیدار مهدی کروبی، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری، با ساسی با توجه به فعالیت بدون مجوز این خواننده مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. خب ببینم مهدی کروبی هم مثل کسی که با تطلب بده دیگه، حواشی و برجسته سازی هایی به خصوص در سایت های مخالف کروبی در پی داشت، تا جایی که برخی سایت ها زیر عنوان پس لرزه های
دیدار با ساسی مطالبی در نقد کروبی نوشتم و در واکنش به این حواشی احمد زیدآبادی علت رأی خود به کروبی را دیدار با ساسی عنوان کرد. برخی منابع از اجرای زنده ساسی برای کروبی نیز خبر دادند. دستگیری ساسی در هفت فروردین 89 در حالی که برای انجام چند جشن خانگی در کیش به سر می برد بازداشت شد. بعضی از منابع علت بازداشت اون رو حمایت از مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری و برخی رقاصی در بازار کیش دانستن. در همین باره گویا نیوز مطلبی طنز زیر عنوان ساسی مانکن پشت ویترین اوین منتشر کرد. اظهارات نیروی انتظامی درباره ساسی این بوده که یک هفته پس از دستگیریش جانشین فرمانده نیروی انتظامی سردار رادان در رابطه با دستگیری ساسی میگه پلیس کسی مانند این فرد را که به اصطلاح به دنبال ناهنجاری باشد حتما در زمره دستگیری های خود قرار میدهد. با وجود این ساسی در مصاحبه با سایت رفا دستگیری خود را تنها یک شایعه دانست. پس این تا اینجا که شایعه بوده یا واقعیت بوده معلوم نیست. بعد در سال 88 حضور ساسی در مراسم افتتاحیه فیلم حرکت اول به دعوت تهیه کننده این فیلم مرتضی شایسته واکنش معاونت امور سینمایی و سمی بصری وزارت ارشاد را در پی داشت. در گزارش روابط عمومی این معاونت با اشاره به حضور یکی از خوانندگان آمده که برگزاری هر گونه همایش و جلسه در سینماهای کشور باید با هماهنگی اداره کل نظارت و ارزیابی و دفتر مجامع سینمایی باشه و این جلسه مراسم افتتاحی حرکت اول بدون هماهنگی بدون هماهنگی و عقص مجوزهای لازم انجام شده که با سینمای مورد نظر برخورد لازم انجام خواهد گرفت. سایت تابناک هم اشاره‌ای به حضور ساسی در این افتتاحیه داشته. همکاری با خواننده‌های داخلی که داشته سال 94 قطعه مطمئن نام علی لهراسبی رو با شعر و ملودی ساسان میخونه و بازار موسیقی فارسی رو خیلی متحول میکنه و سایت موسیقی ما هم با اونها همکاری داشته و با شادمهرم میخونده. بخش آهنگ جنتلمن به مناسبت جشن روز معلم 98 در مدارس ایران و انتشار گسترده آن در شبکه‌های مجازی واکنش‌های فراوانی در پی داشت. علی مطهری نایب رئیس مجلس این ویدیوها رو کلیپ‌های رقاصی و آهنگ‌های مبتذل خونده و خواستار شد که وزیر آموزش و پرورش درباره پاسخ باشه. می‌دونید برای چی خنده می‌گیره؟ این خنده هم خنده یه که چقدر سیاستمدارا درگیر اینا و چقدر اینها قدرت دارن که و من ناراحتم که چرا نمیدونستم که حساب بکنید که سال 98 یعنی دو سال پیش اینا چجوری درگیر این قضایا بودن و چجوری این موسیقی رپ روی جوانها تأثیر داره و چقدر خوبه که ما از اینا حمایت کنیم و این تأثیرگذاری که روی سیاستمدارها داره اینها رو ما گسترش بیشتری بهش بدیم و من خیلی خوشحالم که دارم در رابطه با خواننده‌های رپ ایرانی میخونم. بعد در اسفند 99 تهران توکیو رو با اجرا کرده که با انتقاد زیادی مواجه میشه که اون رو به عنوان یه خواننده غیر اخلاقی میشناسنش و در این کار چون یه کار سقوط فرهنگی میدونن. شما هم برید حتما تهران توکیو رو نگاه کنید. و بعد اینکه محمد سرشار مدیر شبکه کودک صدا و سیما خواستار تعقیب بین المللی و دستگیری ساسی مانکن میشه به خاطر اینکه میگه که به حقوق بچه ها تو این چیز به حقوقشون به حریم خصوص به حریم بچه ها تجاوز شده. با این حال امیر تتلو خواننده مقیم ترکیه اساسی حمایت میکنه و ترانه اون رو هم بسیار جذاب میدونه. این مال سال 99 بوده، من نمیدونم این آهنگش چیه. بعدش یه بازداشت داشته به دلیل همکاریش 20 اسفند 99 دادسرای امنیت اخلاقی در اطلاعیه خود از دستگیری چند شهروند تهرانی که از عوامل ساخت موزیک ویدیویی در ارتباط با آهنگ تهران توکیو بودن خبر میدن. در این اطلاعیه ادعا شده که دادسرا متحد میشود در صورت انتشار موزیک ویدیویی کامل ساسان حیدری که همین ساسی مانکن باشه ضمن تلاش جهت تحت پیگیری قرار دادن نامبرده در مراجع حقوقی بین المللی برخورد قضایی قاطع با همکاران اونم داشته باشن. پس خیلی جالب شد که ببینم اصلا تهران توکیو چی بوده. من نمیتونم براتون پخشش کنم ولی شما برید تهران توکیو رو ببینید. این برنامه یه خود طولانی شد.
تا برنامه دیگه.